در قرن 17 هستیم. سوارتر رالی میاد و کل قاره امریکا رو مثل ماشینا دور میزنه به یک نیم و برای اسپانیایی ها خیلی دردسر درست میکنه، به کشتی های اونها حمله میکنه، طلای اونها رو میدزده، ولی نهایتا میاد در امریکا میشینه و همینجور که گفتم یکی از ستلمنت های اول امریکا رو به نام ویرجینیا که باز به نام همون ملکه باکری بود تأسیس میکنه. انگلیسی ها برعکس فرانسوی ها و اسپانیایی ها در جنوب میان در قسمت ایست کوست یعنی ساحل شرقی امریکا سکونت می‌گزینن. در اونجا خیلی طرفدار نداشته چون نه ثروت زیادی اونجا بوده، نه طلا بوده مانند جنوب که اسپانیایی ها به دنبالش بودن، نه پوست بیگر کستا بوده مانند شمال که فرانسوی ها به دنبال اون می‌آمدن، ولی از نظر تسلط استراتژیک بر دریا خیلی جای مهمی بوده. انگلیس ها به دنبال با ستلمنت های جدیدی میرن در جیمز تاون در 1607 و کشتی بسیار معروفی کردن در تاریخ امریکایی هست بشه کشتی می فلاور که حدود 200 زوار پیلگرینز از انگلستان میاره به امریکا و اینها پایه‌گذار در حقیقت ایالات متحده جدید میشن، ایده هاشون، افکارشون. و من اینجا یک میتی رو میخوام بشکنم، خیلی از ماها به اشتباه شد به اون گفتن که اجداد اینا همه دوز بودن. میشه گفت این کشتی میفلاور شد بهترین فرزندان انگلستان رو اونجا بود، کسانی بود که سواد بالایی داشتن، با فلسفه های جدید امثال جان لاک و اینا آشنا بودن، دانش زیادی داشتن، به لاتین تسلط داشتن، به زبانهای یونانی تسلط داشتن، تعدادشون عربی عبری میدونستن، بنابراین این کشتی واقعا میشه گفت یک دانشگاهی بود که با خودش به قاره امریکا اومد و پایه‌گذار ایده های اونها پایه‌گذار ایالات متحده آینده شد، جایی که اینها نشستن در کیپکات نزدیکی بوستون. میان این دو مکانی که نام بردم یعنی جیمز تاون و کیپکات مقدار هلندی و سوئدی زندگی میکردن. همونطور که خدمتتون عرض کردم هنری هادسن جزیره منهتن رو به نام هلندی ها کشف کرده بود. خیلی از محله های شهر نیویورک به آمستردام همچین محله هایی هست و انگلیس ها به تدریج یا از طریق سیاست یا دوستانه یا به زور هلندی ها و سوئدی ها رو برشون غالب شدن و این ناحیه کلن زیر سلطه انگلیس ها در آمد. در اواخر قرن 17 تسلط کامل بر شرق امریکا پیدا کرد. مهاجرین زیادتری از اروپا به این قسمت امریکا آمدن غیر از هلندی ها و سوئدی ها. مقدار زیادی آریستوکرات در کاتولیک از انگلستان آمد به قاره امریکا. چرا؟ بله که ما در زمانی هستیم که آلیور کرامول در انگلستان در 1648 جمهوریش رو اعلام کرده، تنها پریودیه که در تاریخ این کشور شما جمهوری دارید، برای اینکه جنگی پیش اومده بود بین چارلز اول و پارلمان و چارلز میخواست در حقیقت بال یه مقدار پارلمان رو در انگلستان بچینه و قدرت خودش رو یک تاز باشه و خب پارلمان این اجازه رو نمیداد، ارتشی درست کردن، نهایتا پادشاه رو مجبور کردن که احترام به قوانین تصویب شده در پارلمان بذاره، ملاک‌های بزرگ که باز چارلز این رو رعایت نکرد و نهایتا سر پادشاه رو در انگلستان زدن و کرامول و نام اون دوره رژیم در انگلستان به نام کامنولث معروفه و شدش به یک نوعی رئیس جمهور. البته واژه پرزیدنت اون موقع به کار نمی‌رفت، واژه لورد پروتکتور به کار می‌رفت برای کرامول، ولی خب اون باعث شد که مقدار زیادی آریستوکرات که وابسته به دربار بودن در برن و کاتولیک ها هم در برن. چرا؟ چون طرفداران کرامول به نام پیوریتن یا اساسیون یا خالصین ازشون نام می‌بردن، اینها با کاتولیک ها رابطه خوبی نداشتن، من گفتن اینا خیلی در تجملات اینها زندگی می‌کنن، کلیسای کاتولیک بیشتر فکر جیب خودشه تا اینکه واقعا پرستش خداوند و کار و غیره و غیره. به خاطر همین کاتولیکا روزان رو خیلی بودن و در رفتن. در از این مقدار پروتستان هم حالا از انگلستان کاتولیک ها در رفتن، از فرانسه پروتستان ها در رفتن. چرا؟ چون ما بعد از کشتار سن بارتلمی در فرانسه هنری چهارم در فرانسه یک قانونی برد که میشه گفت اولین قانون لایسیته به یک نوعی در دنیاست به نام ایدی دو نانت که یک جور توازن و تحمل دینی رو حاکم میکرد بر جامعه بین پروتستان ها و کاتولیک ها، چون دیگه نمیخواستن اون داستان سن بارتلمی تکرار بشه. ولی نهایتا بعد از مرگ هنری ادیدوناس از میان رفت و دوباره آشوب حاکم شد در فرانسه. به خاطر همین پروتستان ها ترجیح دادن که
فرانسه رو ترک کنن و به باره جدید بیان. در این موقع یعنی در قرن 17 ما میتونیم این 13 کلونی آمریکا رو که در ساحل شرقی بودن به سه دسته تقسیم بکنیم. ایالت‌های شمالی بودن که به نام نیو انگلند ازشون نام برده شده که شامل نیو همپشیر، ماساچوست، کنیتیکت، رود آیلند بودن. اینها که توسط اون پیوریتن ها که بازمانده های در حقیقت جنگ های انگلستان بودن و با همون میفلاور اومده بودن، اصولا ساختار دموکراتیکی در جامعه شون حاکم بود. مذهب رول بسیار پررنگی رو داشت ولی کامیونیتی ها به صورت خودمختار اداره می‌شدن. یعنی رهبر واحدی نبود که اونها بخواد دیکته بکنه. و همه چیز باید به حالت شورا و با رأی گیری انجام میشد. اینها اثر بسیار مهمی رو بر روی ایالات متحده گذاشتن. از اونجایی که گفتم بار فرهنگی بسیار قوی داشتن، اینها شروع به تأسیس کالج های بسیار بزرگ معروفی کردن که مهمترین اونها دانشگاه هاروارد بود که اینجا عکسش رو میبینید. در 1636 تأسیس شد، بعد از اون دانشگاه ییل بود در 1716 و پرینستون در 1746. در این زمان شهر بوستون رفته رفته اواسط قرن 18 بعد از این کلونیزاسیون به 20,000 نفر جمعیتش می‌رسید. اصولا برای این پروتستان ها زندگی انتلکتوال فرهنگی خیلی مهم بود و مقدار زیادی سوسیته های فلسفی و حتی فراماسونری که اون موقع خب در حقیقت ویکول حامل ایده های نو در اروپا بودن، ایده های ضد استبدادی، همه معمولا از محافل فراماسونی در می اومد بیرون، چه در اروپا و چه در قاره امریکا خیلی فعال بودن. یکی از چهره‌های شاخص این ماسون‌ها هم که بعداً در امریکا رول مهمی رو بازی می‌کنه، دانشمند و سیاستمدار و دیپلمات خیلی معروف، بنجامین فرانکلین، که خب همتون با اسمش آشنا هستید. همونطور که خدمتتون عرض می‌کردم، این چون گروه از اون 13 کلونی گروه شمالیه در حقیقت اون ایالت. گروه جنوبی اونها که شامل مریلند، ویرجینیا، کارولینای شمالی و جنوبی و جورجیا بودن، بیشتر کشاورزی بودن و پنبه کاری میکردن و اینها مقدار زیادی از برده ها را از آفریقا با خودشون به قاره امریکا آورده بودن. ارگانیزاسیون اونها کاملا غیر دموکراتیک بود و چون اکثرا آریستوکرات های قدیم اروپا بودن، به خصوص انگلستان که اومده بودن و در جنوب این ایالات سکنا گزیده بودن و میان این دو در حقیقت سری ایالات هم که براتون نام بردم، نیویورک، نیوجرسی، دلاور و پنسیلوانیا بودن که توسط کویکرس ها. کویکرس ها یک فرقه مذهبی بودن، از هلندی ها، انگلیسی ها، سوئدی ها تشکیل شده بودن و اینها شهر فیلادلفیا رو درست می کنن و اینها هم در رشد ایده های مدرن در ایالات متحده سهم بسزایی رو دارن. بنجامین فرانکلین رو که دیدین، در ضمن کویکرها حتما روی جبه های مواد غذایی حتما با تصویر شاید یه موقع کلیشه ایشون آشنا هستن. البته این منظورم نیست. یه شخصی که کلاهی داره چیزی سفید و حالا بیان این رو، این نوع ارگنایزیشن امریکا رو با کانادای همزمان خودش مقایسه کنیم. در کانادا که اون موقع به نام فرانسه جدید نوور فرانس معروف بوده، رژیمی که حاکم بوده بهش میگفتن رژیم سنیوریال. سنیور در حقیقت یک نوع فئودال بوده که کاملا این سیستم بر طبق سیستم فئودالیته که در اروپا حاکم بود زمان بوده، به خصوص فئودالیسمی که در فرانسه بود. و پادشاه یک شورای سه نفره رو که متشکل از یک گاورنر، یک انتندنت، انتندان کسی بوده که مسئول امور روزمره کلونی ها بوده و یک کشیش که اتوریته دینی اون چیز شده انتخاب میکرده و اینها تمام امور کلونی رو میگذرونن. هیچ حرفی از رای گیری و شورا و اسمبلی و این حرفا در کانادا نبوده. اشخاص معروفی که اینجا میتونیم ازشون نام ببریم، گاورنر نوول فرانس اون موقع فرونتنک هستش که امروز قلعه این هتل بسیار معروفی در کبک سیتی به نامش هست که همه حتما باش آشنا هستید. ژان تالون هستش که انتاندان کبک بوده که بازار مهمی امروز به نامش هست و این امور روزمره در حیرت کلانی مسئولیت این شخص بوده.
و نفر سوم که اتوریته مذهبی اینجا بوده فرانسوا دو لبل، که خب لبل اینجا به نام اون هست و اولین مدرسه در حقیقت پایه دانشگاه